جنگ گرگ ها در مجلس ارتجا هنوز توافق نامه را به ما ندادند ما را سرگرم بودجه و سرگرم سبد کالا کردند حتی نمایندگان هم از جزیات با خبر نیستند یک دیکتاتوری مدرن در حال شکل گیری است پاستار میرکازمی عضو مجلس ارتجا آنچه که در توافق ژنو به عنوان اقدام مشترک یا برنامه مشترک تنظیم شده به گونه ای است که نخبگان ما حتی به آن دسترسی هم ندارند و امروز اگر این توافق نامه مورد انتقاد جدی قرار نمی گیرد ناشی از حیای نخبگان کشور و رعایت وحدتی است که امروز آقای روحانی برای اداره کشور به آن نیاز دارد این نگرانی و شبهه برای نمایندگان مجلس وجود دارد که یک دیکتاتوری مدرن در حال شکل گیری است. نادر قاضیپور نماینده مجلس ارتجا از ارومیه به ظریف وزیر خارجه آخوندها تذکر داد و گفت هنوز توافق نامه ژنو را به ما ندادند ما را سرگرم بودجه و سرگرم سبد کالا کردند. دولت توضیح دهد چطور می خواهد فناوری هستهای را به دست قاتلان شهدای هسته بسپارد وی افسود ما ماندیم آقای روحانی و آقای ظریف چه می بکنند آقا محمدی عضو مجلس ارتجا از خرم عصبانیت رئیس جمهور از این است که استقبالی از توافق نامه از سوی هیچ قشری نشد وی بارها گفته حقوقدانم و سرهنگ نیستم اما در نقش سرهنگ به اساتید دانشگاه دستور داد که از توافق نامه دفاع کنند اعضای کمیسیون امنیت مجلس هنوز اطلاعات کافی درباره توافق ژنو ندارند اماد افروغ یکی از چماغداران دوره های قبلی ارتجا دانشگاهیان زمانی میتوانند درباره توافق ژنو اظهار نظر کنند که به متن کامل آن دسترسی داشته باشند دانشجویان و دانشگاهیان کجا در جریان مسئله هسته ای هستند مگر به اصل توافق دسترسی دارند حتی نمایندگان هم از جزئیات با خبر نیستند پس چگونه می توانند در مورد مذاکرات ژنو نظر دهند مشخص است که روحانی هنوز مفهوم و تفاوت نقد و جایگاه نقد را نمیداند. مزدوران بسیج ضد مردمی در دانشگاه تهران نیز در نامه خطاب ظریف وزیر خارجه اخوندها نوشتند از جناب عالی به عنوان یک دانشگاهی و نیز تصمیمگیر و مطلع در جریان انجام توافق ژنو دعوت به عمل می آید تا با حضور خود در جمع دانشگاهیان به مناظره با دکتر محمد جواد لاریجانی بپردازید تا حقیقت نمایان شود.